بررسی میخوایم داشته باشیم روی بودجه 1401 درود به همه امیدوارم حالتون خوب باشه بچه کی میدونه با این بودجه که نمیدونم در مورد بودجه چقدر اطلاع کسب کردید ولی فکر میکنید که مثلا یه عددی بگید که دلار سال آینده فکر میکنید چقدر باشه دلار رو بگید یا تورم رو بگید فقط تو کامنتتون بنویسید مثلا دلار یه عددی حالا تورم یه درصدی عددی اونم که به درصد حساب میشه چل و, دو. چل و دو یکم فکر میکنم بالا گفتن سی و پنج هزار تومن خب یکم همه یعنی م... هیچ چل تومن 60 تومن سی تومن یعنی هیچ چشم انداز مثبتی رو انتظار ندارید و این خیلی در واقع جالبه و این حق شما هم هست در واقع این چیزی که دارید میگید چیز درستی نه این که این اتفاق میفته مثلا دلار میشه 200 هزار تومان نه ولی از بس که بی مدیریتی دیدیم عدم مدیریت درست دیدیم انتظار این چیزها رو هم داریم حالا من هم نظرم آخر ویدیو میگم بعدا میتونیم آخر سال دیگه با هم دیگه مقایسه کنیم بذارید یه توضیح خیلی مختصر در مورد بیت کوین و متاورس بدم بعد برم سراغ بودجه متاورس یه دنیاییه که یه همین دنیای مجازی به صورت پیشرفت است نسل بعدی همین دنیای مجازی که ما شخصیتهایی رو توی دنیای مجازی درست میکنیم بهتون گفتم برید فیلم فریگای رو ببینید سریال بلک میرر رو ببینید اینها رو ببینید متوجه خواهید شد که متاورس در آینده قراره چطور باشه البته بلک میرر یه یا آینه یه سیاه که در واقع منظور همین صفحه های مانیتور لپتاپ گوشی و اینها هست و یه مقدار به جنبه های منفی قضیه پرداخته ولی باید بهتون بگم که خیلی مثلا الان دنبال این نباشه متاورس وای اومده قراره که دنیا رو بهتر کنه باشه ولی قرار نیستش که به این سرعت این اتفاق بیفته نیاز به ابزار فنی بسیار زیاد داره بسیار کار سنگین میطلبه سرمایه و بودجه زیادی میخواد و حداقل تا 20 سال آینده اون چیزی که الان در مورد متاورس میگن اتفاق نمیفته این زمین خریدن تو متاورس اصلا کار درستی نیست اصلا معنی که یه پولی داشته باشید که پول به درد نخور باشه یعنی خب زمین پول اگر دارید و میخواید زمین بخرید برید زمین واقعی بخرید دیگه اینجا شما مثلا تو متاورس میاد یه زمین میخرید که این زمین مثلا چی اتوبان از کنار شاید بشه رشد بکنه یا این اینا رو خیلی درست ببین ببینید یه سری چیزا داغ میشه بعد همه میفتن دنبالش اصلا مفهوم درستی نداره اینکه بریم حالا یه زمین متاورسی بخریم خب اگه اینجوری منم فردا یه شبکه‌ای درست میکنم یه شبکه‌ای بر پایه متاورس بر پایه فناوری متاورس و میام زمیناشو میفروشم به همه اینکه حالا در موردش مفصل بهتون توضیح میدم مفصل بهت میگن زمین با 10 میلیون تومن حالا با 10 میلیون نه یه قطع زمین ولی خیلی کارهای دیگه میشه کرد بهتون توضیحاتشو مفصل میدم توی یوتیوب این گول این چیزهای متاورسی رو نخورید متاورس یه دنیای فوقلاده قرار برام اون یه دنیای کاملا متفاوت و جذاب ولی گول این چیزاش نخورید که نمیدم یه تیکه زمین من داخلش خریدم و یه گجتی رو رشد دادم و اینا گفتن رشتتون رو بگید آقای صادقی من رشتم اقتصاد هست خب گرایش توسعه هم خوندم در مورد بورس هم بهتون توی همین لایو میگم مطالبه من اینجا نوشتم حالا دارم نگاه میکنم بهش که دیگه شروع کنم و بهتون بگم بریم به سراغ بررسی بودجه 1400 و 1401 خیلی مطالب مهمیه پیش بینی دلار رو داریم با برجام بدون برجام پیش بینی تورم با برجام بدون برجام رشد اقتصادی رو داریم پیشبینی از این ملک املاکی که میگن تا چهار سال آینده میخوان چهار میلیون مسکن درست بکنن کسری بودجه رو بررسی میکنیم خیلی مطالب مطالب مهمیه خیلی مطالب مهمیه بنابراین حتما اگر که علاقه هستی به مباحث اقتصادی دنبال بکنیم من سعی میکنم به ساده ترین زبان ممکن اینا رو بهتون بگم و یه خبری بهتون بدم که از آغاز سال 1401 احتمالا همزمان با آغازش ما دوره دوره آموزش جامعه اقتصاد رو در سطح کاردانی اقتصاد توی دانشگاه شروع میکنیم به صورت رایگان توی یوتیوب برای کسایی که علاقه مندن اینا رو خوبه مردممون هرچی بیشتر اقتصاد بدونن خیلی بیشتر کمک میکنه به کل اقتصاد کمک میکنه به کل مردم کل آدم ها هممون وضع اقتصادیمون بهتر میشه اگر اطلاعات عمومی اقتصادیمون بره بالاتر تفاوت بودجه سال 1400 و 1401 رو که بررسی بکنیم دستمون میاد که 1401 قراره چه اتفاقاتی بیفته مثلا دو تا سناریو توی سال 1400 برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتن سناریویی که سقف اول بودجه نام گرفته توی بودجه سال 1401 90 درصد رشد کرده و توی بودجه در واقع سقف دومش فقط 9 درصد رشد کرده چطور ممکنه ما که تحریم هستیم و میگن بودجه رو هم جوری بستن که اصلا فرض رو بر این گذاشتن که ما همچنان تحریم باقی میمونیم پس چه اتفاقی افتاده واقعیت اینه که از تجربه سال 1400 دارن استفاده میکنن توی سال 1400 دیدن که میتونن تا یه حد خوبی نفت صادر بکنن تا حالا یک و دو دهم میلیون بشکه در روز رو در نظر دارن یکم کمتر از این کمتر از یک میلیون بشکه در روز تونستن صادر بکنن به هر شکلی که در واقع می شده با تخفیف های خیلی زیاد که البته در مجموع به ضرر اقتصاده ولی این کار انجام شده و خدمتتون ارز بکنم که در بودجه 1401 هم اومدن الگو گرفتن از بودجه 1400 تازه فرض و گذاشتن که بتونن با صادرات نفت رو یه مقداری افزایش بدن از اون طرف هم قیمت نفت صادراتی رو بالاتر در نظر گرفتن یعنی درسته که میگن بودجه رو ما با تحریم تو شرایط تحریم بستیم ولی یه نیم نگاهی هم به برداشتن تحریم ها داشتن خب بودجه در واقع درآمد نفتی چه اثری میذاره روی اقتصاد باید بهتون بگم که درآمد نفتی باعث اقتصاد هلندی میشه اقتصاد هلندی چیه من یه تعریف خیلی ساده بگم یعنی بهش میگن اصطلاحا نفرین منابع طبیعی یعنی شما یه منبع خامی رو از تو دل زمین در میاری صادر میکنی پولاش رو میگیری همون لحظه خرج میکنی وقتی این پولا رو مثلا شما نفت رو در میارید نفت رو صادر میکنید دلارها رو میگیرید دلارها رو وارد بازار میکنید خیلی خب دولت اینجوری دلار داره نفت هم منابع ملیه دلار رو میده تو بازار وقتی دلار داد تو بازار به جاش ریال رو از تو بازار جمع میکنه این ریال رو صرف مصارف دیگه میکنه مصارف عمرانی و غیره مصارف حالا ممکنه حتی هزینه باشه یا هر جنس دیگه میتونه داشته باشه بعد ما شاهد این هستیم که خب دولت درآمدهای در دلاری سرشار از این دست داشته باشه هی دلار تزریق میکنه تو بازار هی دلار تزریق میکنه تو بازار تزریق دلار تو بازار باعث میشه قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بشه چون یه ارتباطی هم بین قیمت دلار و قیمت تورم هست وقتی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بشه یه جایی این فنری یه جایی هی صفر میشه صفر میشه یه جا در میره مثل اتفاقی که مثلا برای دلار در دلار 1000 تومانی و دلار 4000 تومانی افتاد دلار 1200 تومن بود یهو شد 4000 تومان مثل اتفاقی که بعد از اون برای دلار 16000 تومانی افتاد مثل اتفاقی که برای دلار 30000 تومانی افتاد عوامل زیادی دخیلن ولی یکی از مهمترین عوامل همین اقتصاد هلندی یعنی دولت های پول نفت رو میگیره دلاراش رو میگیره میریزه تو بازار قیمت دلار مصنوعی پایین نگه داشته میشه و بهتونم حالا یه فرمولی سعی میکنم اینجا یه کوتاه بهتون توضیح بدم ولی حتما تو ویدیوهای دیگه مفصل بهتون میگم که ما کجا تشخیص بدیم که این قرار فنره در بره که مثلا سر به زنگاه دارایی ارزی خودمون رو افزایش بدیم یا دارایی غیر ریالی پس اگه درآمد نفتی حالا که ما میبینیم تو بودجه 1401 درآمد نفتی 90 درصد افزایش پیدا کرده میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بشه این بسیار برای اقتصاد بده باعث میشه که صادرات کالاهای دیگه به صرفه نباشه وقتی قیمت دلار مصنوعی پایین نگه داشته بشه تولید کننده ها میان هی hey, تولید میکنن میبینن خارجی ها نمیخرن چرا؟ چون ریال گرونه نسبت به دلار و نمیتونن محصولشون رو صادر بکنن یعنی ما درسته که میگیم نباید بذاریم دلار افزایش،, افزایش قیمت پیدا بکنه و پول ملیمون سقوط بکنه ولی در این حال اونجوری صادراتمون ضربه میخوره خب چیکار کنیم که این اتفاق نیفته یعنی هم صادراتمون رشد بکنه هم ارزش پول ملیمون حفظ بشه خیلی ساده است اولین فرمولش اینه که ارتباطمون رو با دنیا درست حفظ بکنیم و مهمترین فرمولش اینه که دولت کسری بودجه نداشته باشه دولت اگر کسری بودجه نداشته باشه تورم وجود نداره وقتی تورم وجود نداشته باشه اون وقت این در واقع حالا تورم هم میگیم وجود نداشته باشه تورم زیر ده درصد پذیرفته است ولی بالای ده درصد نه اون وقت این در واقع تراز میشه یه جورایی صادرات هم کمتر لطمه میخوره توی این وضعیت و یه حالت دیگه هم حالتی که نرخ بهره باید شناور باشه که اون یه ذره اقتصادی تره فعلا واردش نمیشن ولی میدونم که شما از لحاظ دانش اقتصادی بسیار بالا هستید و مطمئنم که این دانش بالا میتونه بهتون کمک بکنه که مفاهیمی که خدمتون میگم رو به خوبی درک بکنید و یاد بگیرید منتها الان اینجا سعی میکنم یکم کلیتر تر صحبت کنم و یکم به زبان ساده تر اون مفاهیم رو میذاریم برای همون دوره جامعه اقتصاد که بهتون گفتم در حد یه دانشگاهی یعنی وقتی که شما این دوره رو ببینین انتظار میره آخر دوره در حد یه آدم دانشگاهی اقتصاد بلد باشید خب این از درآمدهای نفتی یه بررسی کوچیکی داشتیم بریم سراغ مورد بعدی که خیلی برای عزیزان جذاب درآمد از انتشار اوراق قرضه است اوراق قرضه چیه اوراق قرضه اینه که آقا دولت میاد میگه که آی مردم حالا معمولا هم میگه آی بانک ها ولی به صورت آمیانه اگه بگیم توی دنیا اینجوری که اوراق منتشر میکنن هر کس خرید خرید میگن که آی مردم ما مثلا هزار میلیارد تومن مثال میزنم یا ده هزار میلیارد تومن یا هر عددی اوراق میخوایم منتشر بکنیم با سررسید مثلا یک ساله و یک سال دیگه با 20 درصد سود بهتون برش میگردونیم اگرم خواستیم بعضیشون مدت دار نیست مثلا یکی آقا این اوراق رو مثلا اگه یک سال دیگه هم گذشت سال بعدم پیشت موند میتونی بیای با سود سال بعدش هم دوباره بگیری اشکالی نداره اینو خیلی از اوراقا دارن توی خیلی از کشورهای دنیا ما اصلا اوراق بدون تاریخ داریم که توی عقد اسلامی معمولا مرسوم نیست اوراق بدون تاریخ هم اینجوری که مثلا آمریکا میاد میگه که آقا من یه سری اوراق چاپ میکنم همیشه هم یه سری اوراق آماده داره که چاپ بکنن یه بازاری مثل بازار بورس داره مخصوص اوراقه میرن مردم یا بانک ها یا هر کسی که بخواد یا حتی دولت های خارجی مثلا چین بزرگترین خریدار اوراق آمریکاست دلایل سیاسی هم داره برای اینکه انان آمریکا تا حد زیادی دستش باشه مثلا تو دوران آقای احمدی نژاد بخش زیادی بخش زیادی که نمیشه بگیم یه بخشی قابل توجه از سرمایه ایرانی ها رفت توی آمریکا سر... که سرمایه گذاری بشه به همون قصدی که چینی ها داشتن انجام میدادن ولی خب عملا مصادره شد دیگه. یعنی اشتباهی که ما تو کشور دشمن اومدیم سرمایه گذاری بکنیم که کنترل دشمن رو با... در واقع به دست بگیریم که اصلا کلا سیاست اشتباهی بود و پس در این اوراق اینجوری مثلا آمریکا میاد میگه که آقا اوراق من بدون تاریخ هر سال هم این اوراق به اندازه درصدی که نرخ بهره رو فدرال رزرو اعلام میکنه به اندازه همون مبلغ من سود میدم روی اوراقم و این اوراقم خیلی از کشورا نگه میدارن اوراقو میگیرن از دولت آمریکا به بهش دلار میدن دولت آمریکا هم دلارها خرج میکنه هر وقتم که بخواد در واقع اوراق رو پس بگیره میره تو بازار و اوراقو جمع میکنه خود اوراقم یه نرخی داره مثل نرخ سهام و بالا پایین میشه بسته به سررسیداشون توی ایران و حالا اونا که بدون تاریخن که یه ذره فرمش فرق میکنه نمیخوام خیلی گیجتون کنم اوراق کارش چیه کارش اینه که آقا من میام به شما میگم آقا من یه مقداری مثلا ساختمونم رو دارم میسازم تتمش یه ذره پول کم آوردم بیا این چک رو بگیر از من پول به هم بده چون داری توی ساخت هم مشارکت میکنی من بهت قول میدم که انقدر درصدم بهت پول میدم روی این پولی که من میدی یعنی سود بهت میدم تا یه سال دیگه این چک رو نبر بانک تاریخش هم میزنم برای یه سال دیگه داستان اوراق قرضه دولتی اینه یعنی دولت میاد میگه آقا من فعلا منابع ندارم ولی مخارجم هست مخارجم هم یه بخشش عمرانی قرار شرکت تاسیس بکنیم راه بسازیم یه جوری که میشه از اون ور ازش درآمد کسب کرد مثل مالیات مثل چیزای دیگه بیاید آی مردم این پولا رو به من بدی بجاش این چکر رو بگیری این اوراق رو بگیرید که همه دنیا مرسومه این مشکلی نداره توی بودجه سال 1401 این اوراق منفی 33 درصد بوده یعنی رشد نداشته نه تنها رشد نداشته بلکه کمتر شده توی ایران اینجوریه که هر وقت اوراق زیاد بخواد منتشر بشه بورس افت میکنه و هر وقت کم منتشر بشه بورس رشد میکنه پس خبر خوب برای شما عزیزان اینه که ما از سال 1401 اگه ای... یادتون باشه سه چهار هفته پیش فکر میکنم توی استوری بهتون گفتم بورس از سال 1401 ای گزینه بدی نیست از سال 1401 یک کم کمکی شروع میکنه رشد کردن یه مقدار از رشدش هم قبل از سال 1401 پیش خور میکنه که احتمالا از همین الان خواهد بود یه مقدارش هم دیدیم که رشد کرده بود پس این یه خبر خوبیه برای کسانی که توی بورس فعاله یه نکته هم اگه یادم به آخر لایف بهتون بگم در مورد تاثیر برجام بر بیت کوین که اونم احتمالاً تاثیر جالبی نکته جالبی خواهد بود خب ما یک بذارید درآمد حاصل از مالیات رو هم بررسی بکنیم خیلی احتمالاً جذاب خواهد بود درآمد مالیات یعنی چی یعنی اگه رو مثلا قراره رو چه چیزای مالیات وضع بشه قراره که درآمدهای مالیاتی 61 درصد رشد کنه 61 درصد خیلی زیاد البته توی دنیا اینجوریه که بیشتر از 70 درصد بودجه دولتی رو درآمدهای مالیاتی تشکیل میدن توی ایران تازه اگه 61 درصد روش کنه میشه یه حدود 40 درصد هنوز نسبت به دنیا عدد کمی یعنی مالیات کم میگیرن ولی یهو ناگهانی هم قرار رشد زیادی داشته باشه خب این مالیات از کجا میاد چند تا مورد رو که من به ذهنم میرسیده اینجا براتون یادداشت کردم این برگم رو بذارم بالاتر و این مواردی که یادداشت کردم رو بگیرم تو دستم اینا که براتون یادداشت کردم رو میخونم براتون یکی مالیات بر خروج از کشوره که این مالیات قرار زیاد بشه یه عدد 5 میلیون و 200 هزار تومانی در اومده که البته قطعا ما رشد خواهیم داشت ولی احتمالا نه اینقدر ولی حتما رشد زیادی هم خواهیم داشت روی مالیات کسایی که میخوان از کشور برن بیرون این خیلی در واقع وزن زیادی رو اختصاص داده به خودش توی رشد درآمد های مالیاتی یه چیزی هم بگم مالیات بر تولید و الان حدود 25 درصد ما مالیات بر تولید داریم یعنی دیگه جا نداره اضافهش کنن اگه اضافه بکنن اصلا تولید و صنعت نابود میشه پس انتظار نداریم که مالیات بر تولید افزایش پیدا بکنه از اون طرف هم یه مالیاتی احتمالا میاد بر آیدی سرمایه یعنی چی؟ که البته صحبتش شده و اصلا توی بودجم دیده شده یعنی که شما این پولی که میذارید تو بانک و قرار سودش رو از بانک میگیرین 25 درصد روی اون سوده مالیات میبندن یعنی قراره که شما سرمایتون هر چقدر آیدی داره هر چقدر قرار سود کنی یه درصدش رو بدی به دولت احتمالا هول و همین 25 درصد خواهد بود و ممکنه در آینده سودایی که از بورس میکنین سودایی که از ارز دیجیتال از خودرو از کلا هر چیزی که به سرمایه مربوط باشه احتمال داره در آینده شما ناگزیر باشید که بابتش به دولت مالیات بدید حالا آیا همه مردم قرار مالیات بدن؟ توضیح بهتون میدم و یه بخشش هم درآمد مالیات بر خودروهای لوکس و خونه های لوکسه و خونه های خالی خودروهای لوکس رو تعریف کردن بالای یه میلیارد وقتی این اتفاق بیفته حالا بعضی ممکنه بگن آقا خودروی لوکس ارزون میشه میریم میگیریم مالیات چند میدیم نه اینجوری نیستش که ارزون بشه ببینید خیلی وقتا هست وقتی که توی کشور ما درامت ها ما میگیم چسبندگی قیمت ها یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا شما فرض کنید یه دونه ماشین داشتی این ماشینه شده دو میلیارد تومن رشد کرده قیمت شده دو میلیارد تومن حالا قیمت همون مثلا دلار کم شده ماشین باید بشه یه میلیارد و مثلا 700 میلیون تومن ولی شما دیگه حاضر نیستی زیر یه میلیارد و 850 میلیارد نمیدی و این باعث میشه که کسی ماشینتو نخره و این برای تقریبا کل بازار اتفاق میفته و به این میگن چی رکود چرا این رکود اتفاق میفته چون شما میدونی که با توجه به 50 سال 60 سال اخیر از سال 50 به بعد میدونید که قیمت ها توی این کشور همیشه افزایش پیدا میکنه پس میگی آقا من که کاش ندارم بذار باشه صبر میکنم دو سال دیگه بالاتر میفروشمش یعنی واقعا هم خنده داره که من میخندم ولی این اتفاق میفته بهش میگن چسبندگی قیمت ها قیمت که میره بالا اگه عوام مثلا دلار باعث و قیمت بره بالا حالا دلار اومد پایین اون قیمت نمیاد پایین گیر میکنه میچسبه اون قیمتی که بوده میگن چسبندگی قیمت ها پس این مسئله خودروهای بالای 1 میلیارد تومان اگه مالیات برش یا خونه های گرون قیمت که یه حدد ده میلیارد من شنیدم اگر چنین اتفاقی بیفته ما انتظار کاهش قیمت این خونه ها رو و خودروها رو نداریم ولی رکود شدید توی بازارش خواهیم داشت یعنی چی یعنی خرید و فروش نمیشه دیگه مثلا میگه آقا نمیارزه الان هر چی دو دو تا چهار تا میکنیم میبینی نمیارزه این قیمت ولی از اون طرف هم میبینی که کسی حاضر نیست با قیمت های پایین تر بفروشه مگر اینکه یعنی خوب بگردید خوب بگردید البته بعضی وقتا پیدا اگه خوب بگردید من این اتفاق برام افتاده و خانه های خالی این خیلی خوبه اگر روی خانه های خالی مالیات ببندند عرضه خونه بیشتر میشه وقتی عرضه خونه بیشتر بشه بازار فشار تقاضاش کم میشه وقتی فشار تقاضا کم بشه اصلا به این مفهوم نیست که قرار ارزونی بشه ها نه ولی به این مفهومه که جلوی گرونی گرفته میشه و یه رونقی هم توی بازار میفته پس این نکته خوبیه دیگه همین رونقی که تو بازار بیفته اثرش رو ما خواهیم دید پس این مالیات اگر بر این بعضی وقتا کار کرده مالیات که کار کرده یه حالا من یه منحنی اگر بخوام براتون بکشم اه... حالا اجازه بدید از تو منابع و کتابا ها دقیق رو در بیان و بهتون نشون بدم مالیات اینجوریه که مالیات تا یه حدیش میتونه مثلا روی تولید تاثیر نذاره روی تولید و عرض و اینها و روی رونق اقتصادی تاثیر نذاره از یه حدی که بیشتر میشه تاثیر میذاره و مثلا شما 20 درصد اگر مالیات ببندید یه مقداری تولید دارید هر چه این عدد رو میبرید بالاتر تولیدتون کم میشه از یه جایی به بعدم دیگه اصلا چون صنایع خیلی کم میشن دیگه اصلا مالیات اثر خودش رو از دست میده که حالا من در موردش مفصل بهتون توضیح میدم یه مقداری شاید اصلا جاشم هم اینجا مطرح کنم مالیات به طور کلی کارکردش چیه بعضی ممکنه ناراحت بشن از حرفای من ولی واقعیت اینه که مالیات وقتی که زیاد میشه چون دو باعث میشه که دولت کسری بودجهش کم بشه پولو از تو دست مردم جمع میکنه و صرف مخارجش میکنه اینو برای همه دولت های دنیا میگم من کاری ندارم که دولت ما پولو جای درستی خرج میکنه یا جای درستی خرج نمیکنه ولی وقتی که مالیات افزایش پیدا میکنه تورم کم میشه چون بودجه ترازتر میشه سرعت گردش پول هم یه مقداری کم میشه و یه رکود نسبی ایجاد میکنه یعنی مالیات وقتی زیاد بشه یه مقدار رکود ایجاد میکنه که توی این بودجه جاهای دیگه اثر این رکوده تا یه حدی خونسا شده بهتون میگم در موردش خب من کامنت ها رو باز بکنم همزمان که شما میخواید کامنت, بذارید من چک بکنم ببینم چند تا پرسش اینجا داشتیم خب گفتن که بیت کوین آینده رو بگیم به آینده ای که با دلار پنجاه تومنی خواهیم داشت بگید بله بله عزیزان خیلی هم لطف داشتن به من دوره اقتصاد از سال 1401 توی یوتیوب بنده برگزار میشه آینده آپارتمان رو بگید خونه های کوچیک ببینید من گفتم مالیات بر خونه های بزرگ داریم دیگه خونه های کوچیک اتفاقا رونق میگیرن خونه های کوچیک حدود 90 متری رونق میگیرن به ویژه گفتم به جای کلمه دولت بگید حکومت بعضی وقتا کاربرد داره بعضی وقتا واقعا باید بگیم دولت و دلار و برجام رو میگم حتما تو بتون خونه های کوچیک رو داشتم بتون میگفتم خونه های کوچیک که جای نسبتا خوبی هم باشن خیلی هم پرت نباشن اتفاقا یه رونق نسبی رو سال آینده و, و از سال آینده براشون انتظار داریم بورس رو هم که بهتون گفتم اگه لایو رو تونستیم سیف کنیم ببینید دوره استخراج بچه دوره استخراج رو فردا من اولین جلسهاش رو ضبط میکنم و انشالله تا آخر هفته آینده اولین اش رو منتشر میکنم دوره استخراج هم چه دوره ای براتون ترتیب دادم ها. هر ارزی که میشده استخراج بکنیم و بررسی کردیم کلی تجهیزات خریدیم براتون خب استاد بخش اوراق یه کوچولو دوباره توضیح بدید اگه ممکنه لایو رو اگر سیف شد ببینید اگه علاقه من بودید به بخش اوراق که خیلی هم جذابه واقعا براتون توی یه ویدیو مفصل و خیلی ساده توضیح میدم میگن که خرید مسکن این بر سال سلام میدونید یا آینده ببینید مسکن خریدش یه مقداری فرمول داره دیگه بعضی وقتا هست که قیمت میخواد بره بالا شما باید بهت بخرید فرقی نمیکنه مثل اوایل تابستون سال پیش باید میرفتی میخریدی بعضی وقتا که نمیخواد بره بالا یا پیش خرید بکنید یا خوب بگردید دنبال یه ملک به قیمت هست ملک به قیمت زیاد هست میتونید خونه ای بگیرید که مثلا شما یه میلیارد بدید خونه پنجا میلیون تومن یه ما بعد روش سود کنید میشه این کارو کرد واقعا البته درصد سود زیاد نیست ولی خب به هر حال تو بازار ملک بدم قیمت خونه فعلا افزایشی نیست ولی رونق نسبی رو از سال آینده انتظار داریم بعد از اون به نسبت مواد و مسالهی که به کار میده یه مقداری رشد رو میتونیم انتظار داشته باشیم خب گفتن که یعنی از سود یه مبلغ آها آه. گفتن که آره ببینید میگن که از سود یه بازنشستن مالیات میگیرن وقتی میگن مالیات بر آیدی سرمایه یعنی آقا هرچی پول گذاشته تو بانک قرار به سود برسه حتی اگر این سود ده هزار تومنه 25 2500 تومنش رو دولت برمیداره بر همین میگن بانک گزینه خوبی برای سرمایه گذاری نیست سران سه قوه فروش و اوراق رو زیاد کنن ممکنه زیاد بکنن اگر بخوان چنین کاری بکنن خب ما انتظار داریم که اون وقت بورس هم بهش واکنش منفی نشون بده تو متاورس هم بهتون گفتم یه اطلاعات کوچیکی مفصلش رو باز بهتون میگم گفتن تلا چی؟ تلا هم خیلی خوبه تلا هم گزینه جذابیه برای سرمایه گذاری چون به اندازه تورم بهتون سود میده فرمولش رو میگم دیگه طلا و دلار شبیه به همن بهتون میگم طلا طلا آب شده بگیرید و مهر و همین عزیزی که این سوالو از من پرسیدن من از آشنای شما هم اتفاقا طلا میگیرم که شمارش هم ازت گرفتم و بهتون میگم میگم که چه جوری هستن تهیه بکنید اینها رو همه رو مفصل بهتون توضیح میدم خب میگن زمین تو متاورس بهتر بهتر از زمین آپارتمان نه نه ببینید متاورس و NFT مثلا یادتونه یه هم اومد NFT هایی که چند میلیون دلارش فروش میرفت و اینا بعد یه و تبش فروکش کرد الان هم داره خوب فروش میره ولی تبش فروکش کرد متاورس هم همینطوره تا به اون زمان اصلی رشد هاش برسه اینا فعلا شوخی هاییه که میاد و میره ماشین سنگین چطوره برای خرید ماشین سنگین اگر به قصد بهره کشی ازش باشه قراره که باش کار بکنید یا بدید دست کسی براتون کار بکنه یا یه شرکت خدماتی درست بکنید خیلی خوبه خودروی خارجی گفتن بخریم نه توصیه نمی کنم خودروی خارجی بخرید من خودم هم خواستم ماشین رو عوض کنم خیلی صبر کردم و هنوز هنوزم صبر دارم میکنم اصلا عجله ندارم خب خرید زمین خوبه زمین خوشجا باشه خوبه خونه معقول از زمین زمین اگر بخواید بسازید خیلی بهتره ولی همینجوری زمین رو بخواید بذارید بمونه توصیه نمیکنم چون سرمایه معطل میشه خب استیک ارز چی اون رو هم توضیح میدم بهتون اجازه بدید که من برم سراغ ادامه مطالب بعد دوباره کامنت رو باز میکنم و در خدمتتون هستم گفتن ماشین داخلی چی ماشین های داخلی هم وقتی که ماشین خارجی توی رکود بیفته ماشین‌های بالای 1 میلیارد میفته تو رکود ماشین زیر میلیارد اتفاق میفته تو رونق یعنی خرید و فروشش بهتر میشه و احتمال داره یک کوچولو هم افزایش قیمت داشته باشه ولی زیاد نخواهد بود چرا من هی میگم زیاد نخواهد بود آیا من مثلا میخوام که نه مثلا تب و تابی تو بازار و اینها نه واقعیت اینه که چون میدونیم که این دولت دنبال اینه که قیمت رو هر جوری هست نذاره بره بالا حتی اگه شده به غلط و همون حباب منفی یا حباب مثبت ایجاد میشه که بهتون گفته بودم قبلا در موردش خب بریم سراغ مبحث درآمدهای مالیاتی گفتم درآمد اوراق قرضه رو گفتم درآمد حاصل از واگذاری شرکت ها و حقوق کارمندان رو هم بگیم بعد بریم سراغ نرخ تورم و دلار و اینها خب حقوق کارمندان کارمندان دولت 37 درصد رشد کرده این رشد 37 درصدی من این نکته هم چون آدم رفته اجازه بدید اینجا یادداشت بکنم این رشد 37 درصدی تورم الان 50 درصده یعنی از تورم بازم جا مونده یعنی قدرت خرید همچنان کمتر از تورم رشد میکنه و همچنان باعث رونق نمیشه اما اگر نرخ تورم و پیش بینی های نرخ تورم برای سال آینده رو ببینیم میبینیم که این 37 درصده حداقل زورش به تورم سال دیگه تا یه حد خوبی میرسه و اگر نرخ تورم کاهنده بشه و کاهنده باقی بمونه و مثلا حقوق همین سال 1401 میخواد 37 درصد اضافه بشه سال 1402 هم 37 درصد اضافه بشه و چند سال پی آ پی این درصد افزایشش بالا باشه اون وقت رونق رو شاید خواهیم بود من توی یه نامه هم نوشتم یه کارزاری هم را انداختیم که حالا لینکاشو اینا هم بعدا براتون میذارم که افزایش حقوق اصلا دو برابری باشه یعنی صد درصد افزایش حقوق داشته باشیم خیلی تاثیر خوب توی اقتصاد میذاره افزایش حقوق به ویژه برای حقوقایی که زیر خط فقر مثلا خط فقر حدود ده میلیون تومانی البته خط فقر تعریفش خیلی تعریف دشواریه ولی مثلا حقوق سه میلیون و 500 تومانی واقعا هیچی نیست واقعا هیچ جای این خط فقر اصلا جا نداره با یارانه تا یه حدی البته تونستن جبرانش کنن که بهتون میگم حالا ممکنه بگید یارانه 42 تومانی فایده نداره فرض بکنید کسی که درآمدش و بیکار مطلقه و درآمدش در ماه در حدود یه میلیون تومنه یه میلیون و نیمه 120 هزار تومن که قرار ده پایین بگیرن یارانه تاثیر زیادی میذاره براش یعنی مثلا یه موقع 10 درصد اون پولی که داره ماهانه در میاره رو دولت داره میده بعد اینجوری هم به قضیه نگاه کنیم دیگه مثلا اگه دولت به طبقه متوسط بخواد 120 تومن بده میگه یا چه مسخره بازی چه 120 تومن شوخیه ما یه رستوران میریم ما همین امروز کافه رفتیم بیشتر از 120 تومن شد استوریش هم گذاشتم کافه خیلی خوبی هم بود خب خدمتتون عرض بکنم که پس این حقوق کارمند حقوق وقتی از افزایش پیدا میکنه خود افزایش حقوقه یه رونق ایجاد میکنه چرا چون کارمنده و کارگرا پول میاد تو دستشون این پولم که میاد تو دستشون معمولا یا از قبل بدهی دارن میرن بدهیاشون رو میدن یا اینکه انقدر چیز برای خریدن توی لیست نخریده هاشون هست که میرن این پول سریع تضریق میکنن توی اقتصاد و پول سریع به گردش میفته و از این بابت خیلی خوبه و اون مالیات هم باعث میشه که این مالیات وقتی دولت میگیره مثلا از اخشار ثروتمند وقتی مالیات بگیره بعد در قالب افزایش حقوق یا افزایش یارانه بده به دهک های پایین یه جوری رابین هودوار باعث میشه این پولایی که خود به خود از کف جامعه میره به سمت بالای هرم از بالای هرم برگرده تو کف جامعه و گسترش پیدا کنه ببینید من دارم راجع به دول... وظایف دولت ها صحبت میکنم نمیگم که آیا این دولت به درستی این کار رو انجام میده یا نمیده ما داریم بودجه رو بررسی میکنیم فرضمون هم بر اینه که آقا همه چیز 90 درصد خوب انجام بشه 90 درصد خوب انجام بشه این فرض رو داریم و یه چیزم هم بگم مثلا میگن چرا دولت باید مالیات بگیره دولت یه سری خدمات رایگان داره میده یا یه سری یارانه هایی رو داره میده مثلا روی انرژی روی درمان مثلا همین واکسن رایگان یا چیزای از این دست که توی همه دنیا هم وظایف دولت هست و باید انجام بشه و در ازاش مالیات هم میگیره که بتونه هزینه های اونا رو در بیاره یعنی اگر دولت به درستی خرج بکنه هرچی مالیات میگیره نوش جونش ولی مشروط بر اینکه خدمات خوبم بدن خب درآمد حاصل از واگذاری شرکت ها هم منفی 72 درصد شده یعنی دولت قصد نداره خصوصی سازی رو به صورت جدی در سال 1401 دنبال بکنه و نکته مهم آخر توی این بخش از لایک اینه که جمع منابع و من مصارف دولت 26 درصد رشد داشته تورم امسال حدود 50 درصد بوده بودجه سال دیگه 26 درصد رشد داشته یعنی اینکه از تورم کمتر رشد داشته یعنی به اندازه نصف تورم بودجه رشد کرده این یعنی یعنی سیاست انقبازی یعنی قراره که ریخت و پاش نکنه دولت قراره یه مقداری این ریخت و پاش رو جمع بکنه و این سیاست انقبازی یعنی اینکه قراره تورم کم شه مثلا بودجه 1400 که در اومد من یه لایو گذاشتم گفتم آقا برید هر چی میتونید برید بخرید برید مایحتاج زندگیتون رو بخرید که قرار قیمت ها زیاد بشه ولی مثلا وقتی که چون چرا چون بودجه سال 1400 وقتی سال 99 اومد بیرون دیدیم که خیلی انبساطی یعنی خیلی قرار از لازم مالی و پولی توی اقتصاد پول و مال حالا مال به شکل پول پخش میشه ولی الزامن به مفهوم چاپ پول نیست پخش بشه و این باعث می شد که تورم ایجاد بشه الان قراره که با این بودجه مقدار تورم کم بشه حالا یه سوال پیش میاد آقا قراره همه این اتفاقایی که گفتیم به وقوع به پیونده با یه مقایسه بهتون جواب میدم پارسال ما کسری بودجه عملیاتیمون حدود 600 و خورده این است که 700 هزار میلیارد تومن بود کسری بودجه شدید نشان از تورم بالا میداد و انتظار داشتیم که قیمت ها رشد بکنه همین اتفاق هم افتاد هم توی دلار هم توی بقیه چیزا دیدیم که این اتفاق هم افتاد و مرسوم هم هستی که دولت ها سال آخرشون ریخت و پاش اینجوری زیاد میکنن اشتباه ولی مرسوم الان کسری بودجه نصف پارسال شده یعنی حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومن کسری بودجه داریم بدون برجام و خود این مسئله یعنی که ما همچنان میتونیم انتظار یک تورم 30 تا 40 درصدی رو بدون برجام داشته باشیم فرمولاشو توی یوتیوب بهتون گفتم خودتونم میتونید بزنید تو ماشین حساب حساب کنید چیزی نیست که من بخوام از خودم در بیارم همش عدد و رقمه پس بدون برجام ما 30 تا 40 درصد تورم انتظار داریم که به سمت 30 درصد بیشتر میچربه نه به سمت 40 درصد و خدمتون عرض بکنم که اگر برجام عملیاتی بشه این کسری بودجه خیلی میاد پایین خیلی زیاد و میاد روی حدود 100 هزار میلیارد تومن خیلی کسری بودجه کم چون میتونه دولت نفت زیادی رو صادر بکنه شبکه بانکی هزینه های کمتری رو متحمل میشه خیلی باعث اتفاقای خوب میشه و دولت پول بیشتری به دست میاره پول بیشتری به دست میاره یعنی کسری بودجهش کمتره کسری بودجه کمتر باشه یعنی تورم کمتره پس در اون صورت ما تورم 25 تا 35 درصد انتظار داریم ای بابا حالا ممکنه بگی که خب اون که گفتی 30 تا 40 درصد اینا میگیم 25 تا 30 درصد پس چرا اینجوری شد همیشه در هر سال هر چقدر متورم داشتیم یه مقدارش منتقل میشه به سال بعد مثلا الان 50 درصد تورم داریم حدود 10 تا 15 درصد تورم سال دیگه مال 50 درصد امساله این هم یه اثر تکاسوری تورم بهش میگن پس ما این 10 تا 15 درصد یعنی هر چی قرار سال دیگه تورممون صفر مطلقا باشه بودجه هم همه چیش خوب باشه کشور گل و بلبل بشه باز هم ما یه 10 تا 15 درصد تورم ناشی از تورم سال 1400 رو به همراه خواهیم داشت یه بررسی روی خب نرخ دلار و رشد اقتصادی باقی موند اجازه بدید من کامنت ها رو باز بکنم برای چند دقیقه بعد نرخ دلار رشد اقتصادی رو بهتون بگم بعدم ملک و یه بررسی مجددی بکنیم این 4 میلیون ملکی که دولت میخواد درست بکنه و بعد در مورد بیت کوین یا سوالایی که شما دارید صحبت بکنیم خب من کامنت ها رو باز بکنم و همزمان سوال ها رو چک بکنم ببینم که دلار هزار تومانی گفتن خیلی دلار 50000 تومانی شاید چیز خیلی عجیب غریبیه یعنی الان انتظارشو ندارم الان انتظارشو ندارم گفتن کدوم ارز عرض بهتره ارزهایی که توی لایو قبلی بهتون گفتم همین الان که بیت کوین داره میره پایین اونا دارن آروم آروم میرن بالا خیلی هاشون اینجور بودن و خوبن اون ارزها ارزهای خوبی هن برای میان مدت تا بلند مدت داشته باشی در مجموع خوبن خب کریسمس و عید میلادی سعود ارز دیجیتال رو داریم با توجه به سیاست های که آمریکا داشته ببینیم ما بودجه ایران رو بررسی کردیم حالا سیاست های آمریکا هم اگه بررسی کنیم همین جوره آمریکا هم سیاست انقبازی در پیش گرفته سیاست انقبازی آمریکا باعث میشه که پول از توی بازار تا یه حدی جمع بشه و این یعنی چی یعنی ارزش دلار میره بالا وقتی ما میگیم بیت کوین مثلا چهل هزار دلار یا ۵ هزار دلاره یعنی بیت کوین رو داریم با دلار میسنجیم دیگه وقتی ارزش دلار بیاد پایین انگار که ارزش بیت کوین اومده بخشید. وقتی ارزش دلار میره بالا انگار که ارزش بیت کوین اومده پایین پس یه بخشی از کاهش ارزش بیت کوین به خاطر افزایش ارزش دلاره نه خود بیت کوین فکر نکنید دلار همینجوری ثابته و اصلا تکون نمیخوره نه دلار هم تورم داره که پیشتر راجبش بهتون توضیح دادم فرمول محاسبش هم در ادامه همین لا اشاره بش میگن مذاکره میشه مذاکره که داره میشه من فکر میکنم به نتیجه برسه الان ایران دوست داره به نتیجه برسه اون طرف یه ذره دارن ناز میکنن اگه توافق صورت بگیره پیش بینیم اون چی میشه همه رو بهتون در ادامه لایف میگم میگن بازم ارزهای خوب بگیر ارزهای خوبم تو لایف بعدی بهتون میگم میگن که من هیچی بلد نیستم چجوری پیش کنم چه ارزی بگیرم و از کجا شروع کنم آموزش های ارز دیجیتال یوتیوب من رو ببینید آموزش تحلیل تکنیکال هم ببینید آموزش جامع اقتصاد رو هم که سال 1401 بهتون میگم دیگه بعد از اون دیگه باید بتونید دیگه یعنی یه دوره کوتاهی هم احتمالا سال 1401 براتون میذارم با عنوان موج سواری بازار که ببینین آقا توی هر زمانی کدوم بازار قرار رشد بکنه موج سواری بکنید و خوب سود بگیرید نظرتون راجع به بودجه آمریکا چیه بودجه آمریکا همین که بهتون گفتم اثر کاهشی میذاره روی رمزارزها ولی اثر کاهشیش به خاطر اینکه بیت کوین و اینها بی نیست به خاطر افزایش ارزش دلار خب بریم سراغ دلار ببینیم با برجام و بدون برجام ما چه انتظاری از دلار داریم نرخ دلار بچا یه فرمول خیلی ساده داره ببینید ما یه تورمی تو آمریکا داریم تورم تو آمریکا حدود 5 درصد. یه تورم هم تو ایران داریم نرخ دلار هم تو ایران سرکوب میشه معمولا بعد از اینکه یه رشد شدید داره یه کوچولو بهش زمان میدیم تا قیمت تثبیت بشه بعد که تثبیت شد اونو ملاک محاسبمون قرار میدیم مثلا اول امسال ما حدود دلار 26 هزار تومن رو ملاک قرار میدادیم مثلا فکر کنم 25 هزار تومن بود اینجوری بود اونو میتونیم ملاک قرار بدیم تورم ایران امسال چقدر بود؟ 50 درصد تورم آمریکا چقدر بود؟ 5 درصد این 5 از 5 کم میکنیم میشه 45 درصد این 45 درصد انتظار آیا ما به همین اندازه انتظار داریم که مثلا دلار رشد بکنه؟ میتونیم به این اندازه انتظار داشته باشیم میتونیم کمتر انتظار داشته باشیم پس با این بعد یادتون باشه این برای دوازده ماهه نه برای یه ماه دو ماه دیگه برای دوازده ماه هست یعنی ما باید تا آخر سال صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته مثلا دلار 24 تومن 25 تومن اگر که بخواد اینقدر رشد بکنه تا پایان سال ما یه چیزی بوده مثلا 33 34 تومن رو باید به صورت طبیعی براش انتظار داشته باشیم و این پیش بینی تا پایان آذر دلار 30 هزار تومانی که من براتون گذاشتم مبتنی بر همین محاسبه بود به علاوه محاسبه چی محاسبه در واقع تحلیل تکنیکالش که براتون اصلا تحلیل تکنیکالو گذاشتم حالا ممکنه بگید که آقا این عدد ها هیچ کدوم دقیق نیست بله هیچ کدوم دقیق نیست عددی هم که به صورت این، اینجوری به دست میاد عدد نسبیه عدد خیلی مثلا دقیقی نیست یعنی ما مثلا گفتیم که خیلی خوب من اول سال که محاسبه کردم گفتم با پیش بینی نرخ تورم 40 درصد برای ایران و 5 درصد برای آمریکا که الان نرخ تورم آمریکا یه مقدار رفته بالاتر و نرخ تورم ایران هم یه مقدار رفته بالاتر مثلا دلار رو یه عددی پیش بینی می‌کنی الان هم همین جوره سال دیگه هم شروع بشه باز با همین شرایطی که بهتون گفتم میتونیم تا آخر سال پیش بینی بکنیم ما یه حالت با برجام داریم یه بدون برجام فعلا بدون برجام یعنی شرایط شرایط میزونی نیست اگر شرایط برجامی رو داشته باشیم اون وقت نرخ دلارمون انتظار چقدر باشه اون وقت دلار میاد پایین بله میاد پایین اگر برجام به نتیجه برسه و احیا بشه دوباره نرخ دلار میاد پایین و تازه خیلی هم که بخواد رشد بکنه سال دیگه انتظار داریم بین 30 تا 34 هزار تومن باشه اگر خیلی بخواد رشد کنه با تمام این فرضایی که بهتون گفتم اگر همه فرضها درست در بیاد و بدون برجام هم یه مقدار از این بالاتر ترجی میدم الان عددش رو نگم بهتون و خدمتتون عرض بکنم که رشد ها تورممون هم با برجام و بدون برجام فرق میکنه سال دیگه که بهتون گفتم بین 25 تا 35 برای با برجام بدون برجامم بین 30 تا 40 بهتون گفتم و رشد اقتصادیمون چی؟ بچه رشد اقتصادی اون رکود اقتصادی که گفتم مالیات ایجاد میکنه ها رشد اقتصادی اونو پوشش میده حالا اگر که ما برجام رو به نتیجه برسونیم رشد اقتصادیمون بین 6 تا 8 درصد خواهد بود 6 تا 8 درصد خیلی رشد خوبیه یعنی رشدی که ما سالها آرزوشو داشتیم و اگر این مقدار رشد اقتصادی رو داشته باشیم کل اثر مالیاتی که میتونست بذاره اون مالیات رشد 61 درصدی مالیات حالا کلش اگه نگیم ولی تا یه حد خیلی زیادیش جبران میشه تا یه حد خیلی زیادیش جبران میشه و از طرف دیگه حالا چرا میگم تا یه حد خیلی زیادیش به خاطر اینکه ما مالیاتمون که افزایش پیدا میکنه یه بخشش به خاطر خود تورم دیگه وقتی عدد تورم میره بالا کالاها گرون میشن قیمتشون میره بالاتر عدد کالاها رفته بالا دیگه پس مالیات روی عدد کالاها خود به خود عددش میره بالاتر پس این درصدایی که میگیریم یه بخشش هم تورم پوشش داده یعنی بعضی وقتا گول نخوریم از خودمون از فرضیاتمون گول نخوریم حالا هی من حرف تو حرف میشه پیچیده میخوام نشه ولی ناچارم که اینا رو بگم بچه‌ای که اقتصادیان خوب متوجه صحبت ها میشن رشد اقتصادی بدون برجام هم حدود یک درصد تا خوشبینانه دو درصد خواهد بود که اونم میتونه یادمون باشه رشد اقتصادی تا یه حد زیادی میتونه هم رونق ایجاد بکنه و هم تورم رو کم بکنه تورم رو کم بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه قرار عدد مثلا ارزونی بشه نه اصلا قرار نیست ارزونی بشه ولی اگر که مثلا تورم اگر رشد اقتصادی مساوی با تورم باشه ایدئال اقتصاده اصلا مردم اون رو تورم رو حس نمیکنه اینجوری بهتون میگم یعنی هر ما رشد اقتصادی اون بالاتر باشه تورممون هم سعی بکنیم یه ذره بیاریم پایین و این دو رو به هم نزدیک بکنیم مردم بهشون فشار نمیاد و اما نکته آخر دولت گفته که 4 میلیون مسکن میخواد ایجاد بکنه بعضی ها گفتن اگر دولت 4 میلیون مسکن ایجاد بکنه دیگه مسکن اصلا رکود میاد داخل دیگه کسی نیست مسکن بخره و اینها اینطور نخواهد بود به اون اقشاری که قرار مسکن بده دولت به نظرم اتفاقا باعث رکود توی بازار نمیشه یه مقدار قیمت مساله رو میبره بالا اما ظرفیت تولید کارخونه مثلا سیمان خیلی زیاده ظرفیت تولید کارخانه‌های فولاد حالا البته ظرفیت مازاد زیاد ندارن ولی اونم باز میشه خودش رو برسونه به همین عددی که دولت خواسته و یادمون باشه که از سال 94 تا الان ما سالانه یه میلیون مسکن نیاز داشتیم ولی سالانه حدود 600 هزار مسکن بیشتر ایجاد نکردیم یعنی یه کسری داریم یعنی وقتی کسری عرضه داریم یعنی تقاضا بالاتره وقتی تقاضا بالا حالا پول ندارن مردم بخرن و یعنی خونه نیاز دارن وقتی تقاضا بالا باشه باید یا تقاضا رو بیاریم پایین که معمولا برای خونه این اتفاق خیلی سخت میفته و با تورم اتفاق میفته یا باید ارزه رو ببریم بالا ارزم دو جور میشه برد بالا با افزایش تولید افزایش شدید تولید میشه ارزه رو برد بالا یا با در واقع ارزه خونه های خالی که الان هستن خونه هایی که الان خالی و تعدادشون هم کم نیست اگر بیان تو بازار تا یه حدی میتونه اون کسریه رو پوشش بده ولی ما فعلا وضعیت مسکن اون خوبه تا سال 1410 سالانه یه میلیون تقریبا یه میلیون واحد مسکن نیاز داریم و بعد از اون این روند کاهشی میشه اگر بیشتر از یه حد مورد نیاز کشورم مسکن تولید بکنیم باعث ورشکستگی شرکت های ساختمانی میشه ولی فعلا اصلا گزینه ورشکستگی شرکت های ساختمانی تو گزینه هامون نیست تا حداقل تا سال 1400 7 و 8 تو گزینه‌هامون نیست پس هرچی هم مسکن تولید بشه بالاخره تقاضا براش وجود داره هرچی هم این مسکن تر باشه نمیگم با متریال با مصالح بی -کیفیت ها با مصالح کیفیت خوب ولی مثلا متراژ پایین‌تر زمین‌های ارزان‌تر و یه مقداری انبوه سازی میتونه باعث بشه که قیمت متعادل بشه و حتی پیش فروش مردم میتونن پیش خرید بکنن اینم میتونه تاثیر اقتصادی خوبی داشته باشه و برسیم سراغ این که حالا ما چی کار بکنیم ما بهترین بازاری که میتونیم توی سرمایه گذاری کنیم چیه همزمان که من میخوام اینو بهتون پاسخ بدم کامنت ها رو هم باز میکنم ما در درجه اول یادمون باشه که بورس الان تو کف قیمت خودشه ولی قرار نیست ناگهانی رشد بکنه ها پس یه خورده از سرمایهمون بره توی بورس بد نیست و در نظر داشته باشید که علاوه بر بورس بازار رم، رمزارزها یه مقداری دارن کاهش می کاهشی میشن ولی میشه ازش نوسان خوبی گرفت اینم گزینه خوبیه در مجموع بازار مسکن خونه های ارزون قیمت بازار جذاب تری خواهد بود برای سال آینده منتها انتظار رشد تصاعدی قیمت توی هیچ بازاری رو نداریم به طور کلی بودجه سال آینده اگر این چیزی که گفتن محقق بشه از بودجه 1400 بهتره ولی یه چیزی تو مایه های بودجه مثلا 99 ه یه چیزی هم در مورد آمریکا مقایسه بین آمریکا و ایران بکنیم همه دولت ها موقعی که بحران مثل کرونا به وجود میاد پول پخش میکنن تو جامعه برای اینکه اخشار ضعیف از گشنگی نمیرن همین الان ما میدونیم کسا به چقدر ضرر خوردن و این اتفاق برای دولت ایران افتاد برای دولت آمریکا هم افتاد یکی از دلایل رشد بازار رمزارزها هم همین بود الان وقتش که کل دنیا سیاست بودجه رو انقبازی کنه وقتی بودجه انقبازی میشه یعنی اینکه اون پولای ملی فیات یه ذره شروع میکنن به صورت نسبی ارزششون میره بالاتر به مرور زمان همشون تورم دارن و ارزششون میاد پایین ولی مثلا نسبت به بیت کوین حالا یه مقداری از این حباب بیت کوین کم میشه ارزمون هولد کنیم پس یه سری ارز معتبر داشته باشید ولی کل سرمایهتون هم نذارید برای هولد کردن میگن بیت کوین بیت کوین آقا من بیت کوین رو خودم تو این کف قیمتی که هی داره بازی میکنه هی دارم خورد خورد مقدار کم هی میخرم هی میاد حتی پایین تر میاد دوباره اضافه میکنم دوباره رفت بالا بعضی وقتا نوسان میگیرم بعضی وقتا نصب میکنم دوباره بیاد پایین هی اضافه میکنم یه مقدار کمی از مبالغی که دارم رو دارم رمز ارز نگهداری میکنم شما میتونید این کارو بکنید در مورد اندیکاتور بهتون بگیم این اندیکاتور دوستان تقریبا آماده بود منتها حالا اون شریک من اون عزیزی که باش دارم روی اندیکاتور کار میکنم یه سفری براشون پیش اومده و یه تغییراتی هم همزمان ما داریم روی اندیکاتور میدیم اندیکاتور تقریبا هر روز داره تغییر میکنه تغییراتی که میگن در حد تغییرات اپسیلونی ها خیلی جزئی منتها بسیار ساده میخواستیم اینو در بیاریم یه ذره ناچار شدیم یه کوچولو پیشرفته پیش ترش بکنیم ولی دقیق تر ولی دقیق تر. اصل حرکت رو میگیرید شما هر اتفاقی مثلا نوسان رو تایم تا فریم پنج دقیقه بگیرید یه پنج دقیقه تایم تا فریم نوسان گیراس تو بازار فیوچرز بگیرید اصلا دیگه عالی اصل حرکت رو بهتون میده آیا اندیکاتور خطا داره یه خطاهای جزئی داره ولی در مجموع سودای تصاعدی بسیار خوب بهتون میده طلا میگن طلا گزینه خوبیه به اندازه تورم بهتون سود میده حتی یه ذره بیشتر و یه نکته هم بهتون بگم که توی بحث اندیکاتور که بودیم احتمالا هفته آینده یا ده روز دیگه ده دوازده روز دیگه یه لایو دارم که یه هدیه همین اندیکاتور رو به صورت هدیه توی اون لایو میخوام به کسانی که توی لایو باشن تقدیم بکنم خب من ببینم که در گفتن برای مستجرها هم بگید برای مستجرها رو سعی کنید خونه پیش خرید بکنید تا جایی که میتونید سعی بکنید تا جایی که میتونید اج... اگر با پولتون کار نمیکنید اجاره کمتر بدید به ویژه الان که نرخ تورم میخواد کاهشی بشه اجاره کمتر بدید و تا جایی که میتونید پول پیش بیشتر بدید و سعی بکنید که هر سال این عدد پول پیش جوری افزایش پیدا بکنه که از, از حتی پول پیش هم بیشتر بشه یعنی شما اجاره ندید عملا و حتی بعد از اون بعد از چند سال برید یه خونه پیش خرید بکنید الان جایی که ما هستیم شما با 300 میلیون تومن هم میتونید خونه پیش خرید کنید خونه جای خوبه که وقتی این خونه تکمیل بشه مثلا یه خونه یه میلیارد و 500 600 میلیونی یهو 300 میلیون هم بیاد روی قیمتش و من خودم پیش خرید کردم خدمتون عرض شود که در مورد استیک هم بگم بهتون در مورد استیک آه... بد نیست استیک خوبه استیک هایی که سودای خوب بدن خوبن ولی جای معتبر استیک کنید کل سرمایه‌تون رو هیچ وقت استیک نکنید ببینید بازار ارز دیجیتال کلا جوری نیست که کل سرمایه‌تون رو بذارید داخلش این بازار این جنس از اون جنسا نیست تا 50 درصد سرمایه‌تون رو میتونید وارد کنید ولی کل سرمایه‌تون نه گفتن 1410 ایران رو کجا می‌بینید چه سال قشنگی ایران رو یا سال 1410 دوباره میشه عروس خاور میانه و اتفاقای خیلی خوبی داخلش میفته یا اینکه خیلی وضعیتش بد خواهد شد من سناریه اول محتمل تر میدونم اگر اصلاحاتی که توی اقتصاد باید اتفاق بیفته اتفاق بیفته بچه ها این کشور بهشت میشه 1410 اون اصلاحات ولی باید بشه اون اصلاحات باید بشه یکیش اولیش اینه که بودجه تراز بشه دومیش اینه که در واقع رانتخاری برچیده بشه مجوز کسب و کارا دیگه رانتی نباشه سومیش اینه که همونجوری که سن بازنشستگی امسال دو سال افزایش پیدا کرده یه مقداری این بره بالاتر مردم بیشتر کار بکنن و چهارمیش هم اینه که نرخ بهره شناور باشه این چند تا رو فعلا باید انجام بدن بعد بریم سراغ کارهای بد گفتن زن امسال بگیریم یا سال دیگه شما هر وقت که جفت خودت رو شریک زندگی که به دردت میخوره پیدا کردی اصلا معطلش نکن اصلا فکر اقتصاد نباش برو جلو خب من یه ذره برم بالاتر یه سری هم ممکنه جا بمونن ولی خب اینا که تو خواب هم گفتن اینا که شما گفتین تو خواب هم نمیشه دید. چرا؟ کم کم مجبور میشن این اتفاق میفته نگران نباشید واقعا این اتفاق میفته خب ممنوع کردن کریپتو ها از ناحیه دولت نه دولت ها میپذیرن دنیای ارز دیجیتال دنیای آینده است اصلا نگرانش نباشید واقعا دنیای آینده است گفتن روش معاملاتی یا اندیکاتور اگه به من باشه که حالا ما کسایی که روش معاملاتی خریدن اندیکاتور رو هم برای بازی زمانی نسبتا طولانی رایگان در اختیارشون قرار میدیم اگ... و چند تا هدیه هم در کنارش میدیم دوره معامله مطمئن نمیدونم ربات سیگنال دهیمون ده یه سری چیزای اینجوری میدیم یعنی در مجموع شاید روش معاملاتی بهتر باشه ولی اونایی که میخوان یه راست برن سر اصل مطلب اندیکاتور آرزوهای محال گفتن اینا که گفتیم ولی ایشالا که بشه اگه بشه واقعا کشور بهش میشه تا تیبا تولید بشه نمیشه نه تیبا آره واقعا ای کاش که ماشین خوب تولید بکنه در مورد شیبا هم بگیم بچا شیبا دوج کوین بذار دوج کوین رو بگم بعد تعمیمش میدم به شیبا ایلان ماس تویت میزنه دیگه دوج کوین اونقدر مثل قبل روش نمیکنه چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه دوج کوین از اول ذاتن ارزش چندانی نداشته ذاتن ارزش چندانی نداشته شیبا هم به طریق اولا مثل دوج کوین اینا میم کوینن بچا میم کوین ها اصلا انتظار اونجوری ازش نداشته باشیم میتونید نگه دارید و اشکالی نداره ولی با مسئولیت خودتون من گزینه جذابتری بهتون گفتم گزینه مثل سولانا اتریوم بی ام بی رو بهتون گفتم تو یوتیوب پروژه های جذاب دیگه مثل آواکس بهتون گفتم مثل لونا بهتون گفتم ترا لونا اینا همین الان دارن رشد میکنن با وجود که بازار کاهشی گفتن اندیکاتور بدید من برم چش اونم اندیکاتور ان یه هفته در دیگه بله خانم بانجانم میگن که خسته نباشی چشم میگن که ما باید جمع کنیم از اصفهان بریم سال 1410 آب برای خوردن نداریم یه سری طرحهای انتقال آب و شیرین سازی آب هست اگر به نتیجه برسه این مشکل آبم برطرف میشه ولی یه دوره گذار خیلی سختی رو داریم مثل اون دورانی که حالا شاید خیلی آب فراموش کرده باشن دورانی که مثلا تهران آبش جیره بندی بود یه سری دوران گذار اونجوری هم داریم چین رو گفته بودم مثلا چین هم جزء چیزای خوب بود آلیس چطوره اینا رو براتون بررسی میکنم توی جلسه 17 و 18 دوره ارز دیجیتال هفته آینده و هفته بعدش همه اینا رو براتون بررسی میکنم و میذارم خب شت کوین ها رو معامله نکنید بهتره بارها گفتم سعی میکنیم لایو سیو بکنیم گفتن ما تو ضرر هستیم ارزها رو چیکار کنیم ببینید ارزها اینو بگم نرخ برابری ارزها رو بگم ببینید صرافی ایرانی اینجوری که میگن آقا بیت کوین الان 45000 دلاره بیت کوین 45000 دلاری هر دلار هم 30000 تومان مثلا بعد میان میگن مثلا بیت کوین یه میلیارد و مثلا 300 خورده میلیون تومانه حالا اگر که دلار قیمتش بیاد پایین قیمت بیت کوین هم شدیدا میاد پایین پس انتخاب با خودتونه اگر میخواید نگهدارنده ارز دیجیتال باشید این بازار بالاخره رشد هاشو میکنه میخواید نوسان بگیرید نسبت به تتر نوسان خیلی گزینه خوبیه ولی اگر میخواید بلند مدتی نگاه... نگهداری بکنید یه بخش کوچیکیش رو نگهداری بکنید و بذاریدش بمونه اونم ارزهای معتبر رو البته بازم ریسک سرمایه گذاری بازم وجود داره ولی ارزهای معتبر ریسکشون خیلی کمترن در نهایت هم میرسن دیگه یعنی ضررها تا یه حدی جبران میشه با من به خدا استوری دارم میکنم میگم من دل... بیت کوین شده بود 60 هزار تا گفتم من هرچی بیت کوین داشتم فروختم بعد من نمیدونم شما چطوری من دیدم کسای که سکه 68 هزار تا رفتن خرید کردن خب چرا یه استوری ما کردیم دیگه بابا به خدا استوری ها رو نگاه بکنین اینا چیزای مهمی میدونم که که دارن میبینن این لایو تقریبا همه استوری ها میبینن ولی نکاتی که من میگم واقعا نکات مهمیه خیلی هم با احتیاط استوری میذارم که وقت مشغول زومه یا مدیون کسی نشم هر کسی که روش معاملاتی خرید کرده باشه اندیکاتور رو رایگان درف میکنه بله و یه هدیه هم برای علا براتون داریم هر کسی روش معاملاتی بگیره علاوه بر اندیکاتور علاوه بر کانال سیگنال و علاوه بر دوره پرایس اکشن کیف پول سخت افزاری هم دوباره رایگان هدیه میگیره گفتن کدوم شهر ملک خرید کردید شما تو شهرهای خودتون جایی که بیشتر شناخت دارید بخرید من اون جایی که شناخت دارم شهر خودمون خرید کردم خب بیت تورنت گزینه خیلی خوبی آقا ما شهری ور ما، بیت تورنت رو بهتون هدیه دادیم یعنی توی جایزه هامون بهتون بیت تورنت دادیم هر کسی اون بیت تورنت رو الان جایزه چند برابر شده حالا نگم چند برابر های خیلی خوبی رو تجربه کرده بیت کوین 2022 بیت کوین چند ماه دیگه وارد فاز خرسی میشه ولی کاهش شدید ازش انتظار نداریم همین الان من نمودارش داشتم میدیدم فعلا توی همین محدوده است و انتظار ندارم ریزش های آنچنانی داشته باشه اتفاقی که تو تابستون توی خرداد و تابس اوایل تابستون افتاد الان دوباره داره بر بیت کوین تکرار میشه گفتن میشه به من اندیکاتور رایگان بدید اندیکاتور برای همه عزیزان اونایی که توی لایو هفته آینده یا ده روز آینده شاید بشه شرکت بکنن برای یه بازه زمانی خوبی بازه زمانی که بشه سودای خوبی ازش گرفت رایگان در اختیارتون قرار میگیره جایزه سابسکرایب ها چی شد؟ جایزه سابسکرایب هم یا همین رو میدیم یا یه رمز ارزی رو در نظر دارم که به عزیزان بدم سابسکرایب های کانال جدیدمون کانال جدید توی یوتیوبمون کانال بکاپمون هست ولی حالا من یه ویدیو انگلیسی هم داخلش گذاشتم شاید چند تای ویدیو انگلیسی هم بذارم کدوم شهر هستید من اصفهان هستم ولی یه چند شهر دیگه هم مد نظر دارم برای خرید ملک اگر که اصفهان بخوام بفروشم یا بخوام سرمایه یه مقدار جابجا جا بکنم بعد نیست خب گفتن چه وقت لایوه ببخشید من دیروز دیروز نظر سنجی گذاشته بودم گفتن ممنون بابت آموزشاتون خیلی مخلصم خدا رو شکر که آموزشاتون هست کمک بکنه خب بیت تورنت خیلی ریخته اصلا برگشت نداشته بیت تورنت جزء ارزهای نسبتا خوبه متاورس هم توی یه تاری بهتون گفتم توی یوتیوب هم مفصل میگم خب من یه نگاه بندازم به نمودار هم زمان که داریم صحبت میکنیم و بعد خب برجام برجام به نظرم بشه این ور ایران که تمایل داره که بشه بله بیت کوین هم همون جوری که من قبلا بهتون گفته بودم روی 46 و و هزار و 500 46, 600, تا 47500 این یه پشتیبانی مهمه براش ماشین خارجی چقدر کاهشی میشه خیلی کم خیلی جزی شاید اصلا کاهشی نشه فقط وارد رکود بشه اگر واردات ماشین خارجی رو آزاد بکنن ماشین خارجی انتظار دارم که یه حداقل ده درصدی از قیمتش حداقل کم بشه اینم مهمه گفتن ریک بهتر یا استیک توی دوره استخراج ارز دیجیتال که فردا من جلسه اولش رو ضبط میکنم و یه شاید یه هفته بعدش منتشر بشه بهتون کامل میگم 92 درصد کاردانو دست نهنگ هست. آره نهنگ ها خیلی تاثیر دادن توی این بازار خب بسیار خوب طلا یا ملک گفتن بستگی به سرمایتون داره این سرمایتون اگه کم طلا اگه بیشتر ملک ولی طلا کلا گزینه کم ریسکیه اگه حجم زیاد بخواید نگه البته خطرات امنیتی براتون داره میگن مردیم انقدر گفتیم کاردانو بگید دیگه کاردانو دوستان کاردانو اگر خبر فاندامنتالی خوب براش بیاد رشد میکنه اون موقعی که میخواست کاردانو رشد بکنه من بهتون گفتم کاردانو گزینه خوبیه و توی استوری بهتون گفتم من خودم خریدم و تو اوج قیمتش که رسیده بود من بهتون گفتم دیگه کاردانو به نظر میاد رو کرده و فعلا وارد کاردانو نمیشم با وجودی که نوسانای خوب میده ولی من ترجیح میدم که نوسان مثلا از اتریوم بگیرم گفتن خیلی صادقانه آموزش میدید تشکر میکنم منم ازتون ممنونم که من دنبال میکنید مسکن ملی ثبت نام کنید یا نه اگه شرایط مسکن ملی رو دارید حتما ثبت نام کنید حتما ثبت نام کنید مغازه یا خونه نه خونه خونه یا واحد اداری گفتن با 100 میلیون چیکار کنیم با 100 میلیون طلا رمز ارز و یه مقداری هم سهام ماشین صفر بفروشم ملک بگیرم بستگی داره به ماشینتون که ماشینتون چی بوده بچه‌ها جمع بکنیم یه نگاهی انداختیم به بورس یه کوچولو هم در مورد ارز دیجیتال صحبت کردیم و ما بودجه سال آینده رو بررسی کردیم بودجه سال آینده به همون نشون میده که نشانه هایی از یه اتفاقای مثبت توی اقتصاد وجود داره من تا یادم نرفته در مورد گردشگری هم بگم اگر گردشگری ایران رونق پیدا کنه یعنی تعدادی گردشگرا بشه سالانه مثلا 7 میلیون, توم... میلیون نفر تومن گفتم اگه بشه 7 میلیون نفر در سال ما تقریبا مشکل در واقع بیکاریمون تا یه حد زیادی برطرف میشه زیر ساختمون هم آماده نیست البته پس اگر روش کار بکنیم اینم خوبه در مجموع اگر برجام اتفاق بیفته شاهد رونق خوبی هستیم در بازارها و اگر برجام اتفاق نیفته باز هم شرایط بهتر میشه نسبت به امسال ولی نه خیلی و امیدوار باید باشیم که برجام به نتیجه برسه دوستتون دارم انشالله همیشه پرسود و پربرکت باشید اگر گفتن شمال ملک بخریم یا نه اینم بهتون به عنوان سوال آخر جواب بدم شمال ملک ها حبابی خواهند شد این, این رو حواستون باشه میتونید یه ای تو ملک بگیرید ولی خیلی هم توصیه نمیکنم میگن یعنی قراره اینجا بشه کره شمالی یا نه به نظر نمیرسه دوستتون دارم انشالله همیشه پرسود و پربرکت باشید بچه ها اون دوره استخراج رمزرس ها خیلی براتون سود می سازه ها با کمترین مصرف برق قرار کلی ارز دیجیتال استخراج بکنیم و پول به دست بیاریم بدون هیچ درد سری و همچنین اندیکاتور هم که بهتون معرفی میکنیم. اینا رو حتما دنبال بکنین ممنون ازتون اگه سوالی جا موند واقعا ازتون عذرخواهی میکنم، توی کامنت ها، توی جای مختلف بر من بنویسید من سریم اینا رو بخونم و حتما در موردش بهتون بگم دوستتون دارم، خدا نگهدار